سلام دوستان، امروز در مورد طلاق، نفقه و روابط میخوایم صحبت بکنم. یعنی روزی که طلاق واقع میشه نفقه چطور میشه و روابط بعد از طلاق چطور میشه. بعضی ها رو میبینم که طلاق گرفته یا رابطه را فسخ کرده ولی هنوز هم با هم رابطه داره. حتی گاهی میشنم که با هم همبستر میشن، رابطه جنسی دارن و صراحت مثل قبل زندگی میکنن. حال این موضوع شاید برای بعضی ها بسیار چی باشه که استادی چی که باست، اما متاسفانه دوست ها هست دیگه، هست، وجود داره، چیزایی هست که ما میبینیم از آقا خونه میگیم. در یک جامعه که مثلا بسیار سنتی است، فکری فرنگی است و حتی مسئله مذهبی زیاد درش جدی گرفته میشه، این گونه اتفاقات رخ میده، حال رخ میده دیگه. میخوایم بحث کنیم سرش. اولین نکته که میخوایم اشاره کنم اینمی دوستای ما طلاق شوخی فکر میکنن، طلاق یک چیز پیش پا افتاده فکر میکنن، که من میگم طلاق چیز پیش پا افتاده نیست. هر چیز شاید شوخی باشه ولی طلاق شوخی نیست. حداقل روی نفقه و رابطه بعد از طلاق میشه بحث کنیم. آیا امکان داره با هم جدا شیم؟ آیا جدایی ممکن است؟ آیا جدایی مطلق است یا نسبی است؟ سری مسئله باید فکر کنیم. یک، دو، بعضی موضوعات را باید پرداخت. مثلا شما به خاطر بی‌کفایتی تان، به خاطر بی‌مسئولیتی تان، به خاطر ظاهر قضیه تان خوشنود هستین، بسیار خوش هستین و خیزک میزنین، قرتک میزنین، اما بعدا متوجه میشین که شما باید $10,000 $20,000 مهریه بپردازین و یک $5,000 $6,000 هم به طفلتان که از 7 سال کوچک است نفقه بپردازین. و اینجاست که مشکل شما مشکلتر میشه و گاهی اوقات از مشکلتر هم میره به مشکلترین تبدیل میشه، یعنی تروترین پیدا میکنه. اینجاست که ما آرزو داریم که سری مسئله فکر کنین، درنگ کنین و بعضی موضوعات را باید از قبل بپردازین. مثلا نفقه را باید بپردازین، مهریه را باید بپردازین اگر بس مرد است، و زنی هم که میخواد طلاق بگیره باید دیره بفهمه که بعد از 5 سال 6 سال 7 سال به خصوص 7 سال که بین دختر و بچه ها پسر ها باز گاهی اوقات فرق میکنه این سن، و در کشورهای متفاوت و در فرهنگ های مختلف و متفاوت همچنان فرق میکنه. اینه باید مادر بشنوه، بفهمه و بدان که بعد از طلاق قرار است چی اتفاق رخ بده، بعد از طلاق قرار است چی رخ بده. اینه باید بفهمه یه زای ما. نکته سوم، ما بعد از طلاق نمیتونیم مثل قبل رابطه را ادامه بدیم. یعنی بعد از طلاق رابطه ما رسمی میشه، رابطه ما عادی میشه و ما زن ما و مرد ما در زندگی ما مثل یک بیگانه و اجنبی میشه. بعد از او مثل سابق زنگ زدن، بعد از او مثل سابق تعقیب کردن، بعد از او مثل سابق قیدات وضع کردن، شکایت کردن، انتقاد کردن، محدود کردن، دوست داشتن، رابطه داشتن، عشق ورزیدن و رابطه جنسی داشتن ممکن نیست. و من مراجعین زیاد داشتم که طلاق گرفت بعدن هم زنگ میزد که نه ولی مدق شدیم، یک بار باید با هم ببینیم و بشینیم، و حتی طلاق و توقعات و خواستای جنسی داشتم. که ما روزو داریم که روابط بعد از طلاق رسمی شد و باید رسمی باشد. نکته چهارم که باید در نظر داشته باشیم بعد از طلاق در نفقه و رابطه، مسئله اطفال و ملاقات هاست. ما باید اول خود باید به اطفال خود هیچ وقت فشار وضع نکنیم، از مادرش یا از پدرش برش بدگویی نکنیم، تخریب نکنیم و برش بگویم که خب ما با هم ازدواج کرده بودیم، حالا با هم
جدا شدیم یا طلاق گرفتیم یا طلاق دادیم و شما اولادای ما هستین، به شما ما پدر و او مادر است یا ما مادر و او پدر است، شما باید این مسئله رو بسیار راحت و عادی بپذیرین. بعد از این ما هر دوی ما از شما وارثی میکنیم، با شما رسیدگی میکنیم، شما اولاد ما کما فی سابق هستین، اما ما با هم نیستیم و شما با مثل که به من احترام میکنید باید به طرفم احترام بکنید. این رو باید به اطفال بگوین و ملاقات ها رو باید طوری تنظیم کنین که طور نشه که باز لج 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 بازی و شقگری و زد بازی و عقده کشایی و امثال موارد رخ بده. مثلا محکمه به شما میگه که خب اولاد یا ای فرزند یا ای طفل باید 7 سال نزد شما باشه یا 9 سال نزد شما باشه، اما پدر حق داره که هفته دو روز باید نزد او باشه و شما بگین که نه نمیتونه و فلان شد بسمدان شده، هر روز محکمه باشه، محکمه بازی باشه، اوزه اوزه بازی اوزه بازی باشه و شما باشن و دست به گریبان. این مسئله باید در نظر بگیرید، به این مشکل باید فکر بکنین، به این مشکل باید بیندیشین، این باید بپذیرین در کل که تو یک وضعیت هم میاد. و نکته چهارم که البته اول طلاق شوخی نیست، دوم مسئله نفقه است که باید بپردازین، سوم که رابطه را باید جدی بسازین و رسمی بسازین، چهارم هم مسئله اطفال و ملاقات ها بود و پنجم حق اطفال است. اطفال حق دارن که خودشان انتخاب کنن، یا بگویم که اطفال حق انتخاب دارن. قرار نیست ما بیایم تعیین تکلیف و وضع حق کنیم یا انتخاب برشان چی کنیم، پیشنهاد کنیم. خودشان حق داره با مادر می باشه، با پدر می باشه و چی رقم می باشه. خودش حق داره که کدامش زیاد کدامش کم دوست داشته باشه. خودش حق داره که چی رقم، به چی شکل، به چی سبک زندگی و روزگار را پیش ببره. نکته ششم را که میخوایم وابسته شدن است، که هیچ وقت نباید اولادا را وابسته بکنیم و همسر را هم نباید وابسته بکنیم و کوشش هم نکنیم که مثلا او به ما میگه که خب سعی است که طلاق گرفتی اما ما حالی که نبینیم تو رابطه نداشته باشم میمورم چطور و چنان، ایم درست نیست. و اولادا را هم نباید وابسته کنیم که بسیار برش بپردازیم که الان اولادای ما هستن، نازنینای ما هستن، عزیزای ما هستن و ما کوشش کنیم که اینا را زیاد وابسته خود بسازیم که از پدرشان دور شوه، یا ما اینا را زیاد وابسته خود بسازیم که از مادرش دور شوه. این کارم درست نیست. برای خیلی دیگه هم نباید بکشیم که تو بودی که طور شد، یا مثلا در مقابل اولادا به یکی دیگه خود ملامت و سلامت هم نباید بکنیم. مستقیم نباید در ارتباط باشیم، خوب از غیر مستقیم ارتباط بگیریم. مثلا اگر روز شوهر ما یا مثلا شوهر میخواه اولادا رو ببینه و ما مادر هستیم، اولادا که ماست، خوب است که ما اولادا رو نکشیم که نه ببینه اولادایت. خب بس اولادا رو بگیم که برو با پدرت بیبی، یا مثلا به خواهر خود بگیم که اولادایش رو ببره که ببینه، یا به برادر خود بگیم که اولادایش رو ببره که ببینه، یا مثلا اولادا رو در رستوران خوب است ببریم اونجا ببینه. و مستقیم خوب است نباشه ارتباط، یا ایمیل کنیم، پیام کنیم که من مثلا ساعت 6 بجه اولادا رو میبینم. صفت و غیبت هم نباید بکنیم زیاد. صفت هم نکنین که پدر شما بسیار خوب است، بسیار آدم خوب است، بسیار آدم نیک است، و غیبت هم نکنین که بسیار آدم زشت است و ترس و ترس، مادر شما بسیار بد است و فلان است بسیار. این کارم نکنین و صفت هم نکنین و غیبت هم نکنین. شراکت ها هم اگه وجود داره، مثلا بزنس است، دکان است، طلا است، موتر است، خانه است، بلاک است، هر چی هست که شریکی است، خوب است که جدا شه، با هم شراکت ها هم از بین بره. زود هم نباید ازدواج کنیم، یعنی در 6 ماه و 4 ماه البته بعد از عدت و اینا زود به ازدواج نپردازین، زود به رابطه عاطفی نپردازین. بگذارین که درد طلاق، زخم طلاق التیام بخشیده شود و درد طلاق فروکش کنه و تسکین پیدا بکنه. فشار و مسئله که مشکلی که طلاق ایجاد کرده یا حداقل حل شود. و خوب است که تقریبا بعد از این نشه دیگه که با کی است، کدی کی میگرده، باز برش زنگ بزنی که موال سرت فهمیدم که چرا از من طلاق گرفتی یا چرا مرا طلاق دادی، با فلان جان دیدم تا بسمدان بوده، اتر بوده، اتر بوده، ای فاسد، ای فلان، ای بسمدان. به تو هیچ ربط نداره عزیزم که با کی میشینه، با کی میخوابه، به تو چی؟ از تو طلاق گرفت، تو رو طلاق داد، خلاص که دیگه خودش میفهمه کارش ایش دیگه. انسان بعد از این انسان مستقل است، هر کاری را که میخوای انجام بده به خودت ربط نداره. تو هم نه پلیس بگرد و نه امر بالمعروف، تو مسئولیتت نیست، کارت نیست، به تو ربط نداره. اینجا دیگه نگویی که استاد نگفته که اگر بینی که نابینا و شا است، به تو ربط نداره عزیزم. بگذار که چا گفته، به تو چی؟ تو یک رابطه داشتی دیگه نیست،
نه من میفهم که لوده است، ساده است، بیقل است. به تو چی؟ به تو چی که یک آدم احمق است، نادان است، لوده است یا اصطلاحات را بکار میبری؟ البته اینا دوستا اصطلاحات است که مراجعان ما بکار میبره و ما بیشتر میخواهیم که بسر ریال و واقعی بکنم. به مخاطر است بعض الفاظ از پیش ما هم سر میزنه که شما باید دیره در نظر داشته باشه. ما میخوایم واقعی صحبت بکنم، واقعی گپ بزنم، چیزی که مردم میگه بس بکنم و قصد ما این نیست که گویا ابتذال گفتاری به وجود بیارم یا گفتار را بد دهنی را رواج بدم. قصدی نیست که حل مسئله کنم یا مشکلات را حل کنم. و دوستا اگر شما بیشتر در مورد طلاق، نفقه و روابط سوال داشتین یا مسئله خصوصی خود داشتین، حتما با ما در کامنت بنویسینش. با خدمت هستم. سلام باشید.